شیخ علی مجاهد مسئول مؤسسه فرهنگی خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمى سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا از کارگزاری سنگ بنای مسجد جامع و حسینیه فاطمیه خبر داد. این حسینیه ضمن ساخت مجتمع خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در 4 طبقه در حال ساخت است که شامل حوزه‌های علمیه، ویژه برادران و خواهران، کتابخانه الکترونیکی، شبکه ماهواره‌ای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و یک مصلی می‌شود. ساخت مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در عمل به توصیه‌های آیت الله العظمى شیرازی مبنی بر حمایت از نیازمندان و ایتام در دستور کار مؤسسه فرهنگی خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفته است و علاوه بر ساختمان‌های مسکونی شامل چندین مرکز آموزشی در مقاطع مختلف و چندین مرکز خدماتی، درمانی، بهداشتی و غیره است که ساخت آنها در حال انجام است. برای صحبت بیشتر در این باره شیخ علی مجاهد مسئول مؤسسه فرهنگی و خیریه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام از شهر مقدس کربلا با ما هستند. سلام و خوش اومدید. حاجی مجاهد، در رابطه با کارگزاری سنگ بنای مسجد جامع و حسینی فاطمیه که اخیراً صورت گرفته لطفاً توضیح بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عنایت خدا متعال و الطافه و عنایت اهل علیهم السلام و به خود عنایت مولاتنا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شروع کردیم به انشای مجمع ساختوی مجمع حضرت فاطمه زهرا که در مساحت 5300 متر با فاصله 3 کیلومتر از حرم امام حسین سلام الله علیه. درباره حسینی الفاطمیه که به مساحت 1000 متر و واقع در 4 طبقه حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها انشائیه مصلی 300 متر تقریبا الی 400 متر که در این اقامه مجالس اهل بیت و نشر علوم اهل بیت و نشر فضائل اهل بیت علیهم السلام که فرمایش حضرت امام رضا شاملش بشه. حدث الناس عن محاسن كلامنا فان الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. یک دو طبقه دوم انشاءالله انشای حوزه بانوان و حوزه آقایون به نام حوزه الزینبیه سلام الله علیها. طبقه سوم انشاءالله انشای شبکه قنات فاطمه الزهراء سلام الله علیها انشاءالله به صورت کامل اعداد و مخصوص نشر و فرهنگ و علوم اهل بیت و درباره فضائل خود حضرت زهراء سلام الله علیها. و طبقه چهارم انشاءالله مهمان سرای خود مجمع و خود مجتمع السیده فاطمه الزهراء انشاءالله در آماده و اعداد ساخته انشاءالله بشه. بله، فعالیت های فرهنگی مد نظر این مجموعه شامل چه مواردی خواهد بود؟ درباره امور فرهنگی بعد از انشاءالله انشای شبکه قنات از فاطمه الزهراء سلام الله علیها که درباره خود معالم و معجزات و خود فرهنگ و خطبه حضرت فاطمه زهرا چاپ کردن کتاب هرچی متعلق به زندگی مولاتنا فاطمه زهرا سلام الله علیه و انشای حوزه به بانوان به اسم سیده زینب سلام الله علیها که انشاءالله مورد عنایت حضرت مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه باشد انشاءالله. فعالیت های نیکوکارانه و خدماتی هم گویا در راستای اهداف این مجموعه بوده، در این زمینه هم لطفا توضیح بفرمایید. مجمع سیده فاطمه زهرا مجتمعی حضرت زهرا واقع در 4 قسمته. قسمتش که حسینیه الفاطمیه، قسمت دوش که انشایه و ساخته یه مستوصف به نام فاطمه زهرا سلام الله علیه که در مساحت 200 متر به عنوان 2 طبقه انشاءالله انشاء بشه و مرحله درجه سوم که اصل کار انشای و ساخته 48 واحد مسکونی انشاءالله برای فقرا و ایتام که اینجا به برنامه تحسین معیشه که بهترین برای زندگی کردن فقرا و ایتام تو این مجمع از 3 سال تا 5 سال
فقره چهارمه که این مجتمع انشای مدارس و ساخته مدارس از ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان که شامل حال آموزشان و طلبه متعلقین ساکنین این منطقه باشد انشاءالله.